حتما درون پروگرام اوپن آفیس درا توجه کردید که وقتی که یک طرحی رو میکشید و بعد طرح بعدی رو میکشید و حرکتش میدید روی اون طرح اولی به میزان پوششی که طرح دوم میده بر روی طرح اول طرح اول اولی دیده نمیشه میتونه مثلا اصلا کل طرح اول دیده نشه اگر طرح دوم شما به اندازه و یا بزرگتر از طرح اولی باشه و بر روش قرار گرفته باشه دلیلش این است که ما درون در این پروگرام از لایه ها استفاده می هر طرحی رو که اول بکشید لایه اول و هر طرحی رو که بعد بکشید لایه های بعدی خواهد بود. در طرح سومی رو که میکشید لایه سوم یا بالاترین لایه خواهد بود. و باعث میشه که پوشش بده لایه های زیری رو مگر اینکه شما از ترانسپرنسی استفاده کنید شفافیت درش به وجود بیارید تا اینکه زیر یا لایه زیری دیده بشه برای اینکه بتونید کار با لایه‌ها رو یاد بگیرید بایستی از قسمت ارنجمنت استفاده بکنید و ترتیب بندی لایه ها رو متفاوت کنید که اجازه بدید من پروگرام رو باز کنم و عملا بتونشون بدم چگونه فرض کنید من یه دونه مثلا دایره خیلی کوچولو میکشم یه مربع بزرگتر و میخوام حالا این مربع رو بیام روی این دایره قرار بدم باعث میشه اصلا دایره دیده نشه چرا که لایه مربع ما چون بعد از طرح دایره ما کشیدیمش یه درجه بالاتر هست یا جلوتر هست و وقتی که میریم بر روی لایه قبلی قرار میگیریم لایه زیری رو پوشش میده و دیر دیده دیده میشه برای همین ما بایستی لایه دایره رو بیاریمش جلوتر از مربع قرارش بدیم برای این کار بایستی اون لایه رو که میخواید تغییر بدید ترتیب بندیش رو انتخاب کنید در من دایره رو انتخاب میکنم امکان این داشت که البته من همونجوری که مربع انتخاب کردم مربع رو یه درجه برگردونم عقب و زیر دایره قرارش بدم دایره رو انتخاب کردم میرم وارد مودیفای میشم میرم ارنج و بعد در اینجا میتونم بگم برینگ تو فرانت یعنی اینکه جلوترین لایه قرارش بده ممکن بود ما اینجا بیشتر از دو لایه داشته باشیم بیشتر از دو طرح داشته باشیم اجازه بدید من طرح دیگری رو بکشم اینجا حتما نبایستی مربع و دایره باشه هر طرحی که دوست دارید میتونید بکشید مثلا یه دونه ابر اینجا بکشم الان شدن سه تا لایه لایه سوم ما شده ابر یا بالاترین لایه ما اگر من بیام دایره رو انتخاب کنم و برم توی مودیفای و بعد بگم ارنج پس شد اگر اولی رو انتخاب کنم برینگ تو فرانتش میکنه یعنی میاره بالاترین یا جلوترین قرارش میده که از کنترل و شیفت و یک به علاوه استفاده میشه این به علاوه بغل که میبینید دوتا هست دلیلش این است که میخواد بگه کنترل و شیفت یه به علاوه ما بینش میذاره در نجه کنترل و شیفت و به علاوه به شما کمک میکنه که برینگ تو فرانتش کنید اگر برینگ فوروارد بخوای بکنید یه قدم بیاریدش جلوتر یه لایه بیارینش جلوتر یا بالاتر کنترل و به علاوه رو فشار میدید برای شورتکات سند بکورد که بکنید یک طبقه میره پایینتر و یا عقب تر اگر سنت تو back بکنید کاملا میره عقب عقب و پایین ترین لایه خودش رو قرار میده چون من میخوام بیارمش جلوتر از بقیه قرارش بدم میگم bring to front در نتیجه الان از همه جلوتر میاد و اگر بیارم روی هر جای قرارش بدم دیده خواهد شد حالا توجه داشته باشید که من میتونستم از این گزینه ها توی ارنج گزینه های دیگر انتخاب کنم مثلا بگم send backboard و گزینه های دیگر انتخاب کنم اگر بگم این front of object من در انتخاب نکردم کجا فقط میگم حالا حواس پروگرام به این باشه که من میخوام یه جایی بذارمش توی یه لایه میخوام قرارش بدم و جلوتر از اون لایه که انتخاب میکنم در اینجا اول اینو انتخاب میکنم الان هر کدوم از این لایه ها رو برم روش وایسم دور اون طرح من نقطه چین میشه و به من نشون میده که میخواد بیاره جلوتر از این لایه قرارش بده و اگر برم روی لایه بعدی همونجوری که میبینید با نقطه چین به من نشون میده که این فرانت یا جلوتر از اون لایه میخواد قرارش بده کافی کلیک کنم لایش جلوتر از لایه انتخاب شده خواهد بود در نجه میتونم بیارم روش قرار بدم و دیده بشه به همین علت اگر الان حرکتش بدم و بیارم روی ابر رهاش بکنم دیده نخواهد شد چرا که از لایه ابر یک لایه پایین چرا که لایه مربع ما یه لایه پایین تر از ابر بود همجوری که میبینی دیده نمیشه اگه من بیرون کلیک کنم حالا انتقالش میدم توجه داشته باشید اگر من بیام و انتقالش بدم به روی اون مربع و بعد بیام مربع رو انتخاب کنم از قانون لایه ها دیگه استفاده نمیکنه چرا که ما هر طرحی رو که انتخاب بکنیم اون محدوده ای رو که انتخاب میکنیم بر روی اون محدوده میتونیم کار کنیم و نه لایه های دیگه لایه های دیگه رو کمپلت میذاره کنار و دیگه اجازه کار کردن بر روشون رو نمیده چرا که ما الان یه طرحی رو انتخاب کردیم و اون ابزارها به درد اون طرح و اون لایه میخورن در اگر من بیام روی دایره کلیک کنم و بعد حرکت بدم دایره حرکت نمیکنه و مربع حرکت خواهد کرد دلیلش هم اینه که ما دیگه از لایه بالایی استفاده نمی کنیم اصلا لایه خونسا شده الان و ما فقط در لایه زیری که اون طرح رو انتخاب کردیم داریم کار انجام میدیم پس اگر کلیک کردید و حرکت دادید حرکت نکرد هر کاری کردید انجام نشد مواظب باشید که یه لایه دیگه انتخاب نشده باشه و محدوده انتخاب بزرگتر از اون جایی که شما دارید کار میکنید نباشه در من اگه بیرون رو کلیک بکنم و بعد بیام اون دایره رو انتخاب بکنم میتونم برای دایره انتقال و هر کاری که دوست دارم مثلا بزرگی یا کوچیکش بکنم و هر کاری که دوست دارم انجام بدم در نتیجه لایه بالایی حالا انتخاب شده و لایه پایینی دیگه کار نمیکنه با کلیک کردن حرکت دادن فقط دایره تکون میخوره اگه من میخوام روی مربع کلیک کنم باید مربع رو انتخاب کنم و بعد روش کار انجام بدم حالا اجازه بدید ما بیایم این لایه ها رو رو هم دیگه قرار بدیم حالا این لایه رو من بایستی یه درجه ببرم شقب تر تا اینکه اون دایره دیده بشه درسته الان ابر انتخاب شده پس من باید ابر رو یه درجه ببرم عقب تر یا اینکه دایره رو باید یه درجه میوردم جلوتر خب ابر رو حالا که انتخاب شده میرم تو مودیفای ارنج و بعد میگم سند بکورد یک درجه میره عقب اگه سند بک رو انتخاب میکردم توجه داشته باشید که میرفت پشت پشت قرار میگیره پشت مربع هم قرار میگیره و دیده نمیشه من کنترل Z یا اینجا آن رو میزنم که کاری رو که انجام دادم برگرده در اینجا قرار میگیره و دیده میشه اجازه بدید رنگش رو عوض بکنم که مقدار راحت تر دیده بشه و این دایره رو هم انتخاب بکنم و رنگش رو تغییر بدم که راحت تر ببینیم حالا میتونستم اینجا دایره رو انتخاب بکنم و بعد بگم که مودیفای کنه و بعد ارنج بکنه behind object انتخاب بشه و بعد بگم کدوم object میخوام ببرمش پشت کدومی که از این object ها قرارش بدم کدومی که از این لایه ها کافی لایه را انتخاب بکنم و بعد میره پشت اونجا چون انتخاب شده میتونم بزرگش بکنم حواستون باشه چون انتخاب شده هنوز و از اون حالت انتخاب هنوز در نیامده من بکورد میکنم که برگرده اگر همه رو بخوام ردیف بندی هاشون رو عوض بکنم یعنی اینکه پایین ترین لایه بیاد بالاترین لایه و بعد برعکس چیده بشه لایه مثلا طبقه اول دوم سوم برعکس بشه بشه سوم دوم اول همه این آبجکت ها رو انتخاب میکنم که تمام لایه ها انتخاب بشه و بعد میرم در اون مودیفای میام تو ارنج و بعد میگم ریورس بکنه لایه ها رو برمیگردونه لایه بالایی میره پایین لایه پایینی میاد بالا و برعکس چیده میشه اجازه بدید من دو مرتبه میرم اونجا و بعد ریورس رو انتخاب میکنم که برگردونم و لایه ها رو به شکل اولیش برگردونم البته میتونید به جای مودیفای و ارنجمنت از این پایین از کلیدهای ارنجمنت استفاده کنید امیدوارم این درسم به درتو خورده باشه و یاد گرفته باشید چگونه بر روی لایه کار